برای مهدی تاهپاس هستم همراه شما از رادیو فردا. بر اساس آمار جمع‌آوری شده رادیو فردا حداقل 477 تن در 27 استان ایران بر اثر ویروس کرونا جان باختند. اولین مرگ ناشی از ویروس کرونا در یک کشور آمریکای لاتین ثبت شد. و با سقوط 30% قیمت هر بشکه نفت خام به 31 دلار رسید. در حالی که وزارت بهداشت ایران تعداد قربانیان کرونا را 194 تن اعلام کرده، آماری که رادیو فردا از اظهارات مقامات رسمی محلی و نمایندگان مجلس جمع‌آوری کرده، از درگذشت حداقل 477 تن در 27 استان حکایت دارد. آمار قربانیان در استان قم که منشأ شیوع کرونا در ایران بوده و همچنین استان تهران تاکنون توسط مقامات وزارت بهداشت اعلام نشده است. به جز قم و تهران، استان‌های شمالی ایران بیشترین تعداد افراد مبتلا و قربانی ویروس جدید کرونا را داشتند. در 24 ساعت گذشته 49 مورد در گذشت ناشی از ابتلا به این بیماری رو دریافت کردیم. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه اعلام کرد شمار مبتلایان به ویروس جدید کرونا در ایران به 6566 تن رسیده و در مجموع 194 تن نیز جان خود را از دست دادند. در روزهای گذشته برخی از نمایندگان مجلس ایران آمارهای رسمی ارائه شده از سوی مقامهای وزارت بهداشت را غیر واقعی خواندند. در ادامه گسترش ویروس جدید کرونا در جهان، روز دوشنبه اولین مورد مرگ بر اثر ابتلا به این ویروس در میان کشورهای آمریکای لاتین در آرژانتین اعلام شد. چین نیز از مرگ 22 تن دیگر بر اثر ابتلا به ویروس جدید کرونا خبر داد و مدعی شد که آمار مبتلایان جدید در این کشور رو به کاهش است. تاکنون نزدیک به 81,000 تن در کشور چین به این ویروس آلوده شدند. بنابر گزارش‌ها در کره جنوبی نیز با شناسایی 69 مورد جدید، شمار مبتلایان به 7382 تن رسید. تعداد قربانیان ابتلا به ویروس کرونا در ایتالیا روز یکشنبه با جهش 57% روبرو شد و با 133 مورد افزایش به 366 تن رسید. این بزرگترین جهش در زمینه تعداد قربانیان ابتلا به کرونا است که از ماه پیش این کشور را فرا گرفته. روز یکشنبه در آمریکا تعداد مبتلایان به این ویروس از مرز 500 تن گذشت و در 3 ایالت اورگان، کالیفرنیا و نیویورک وضعیت اضطراری اعلام شد. در پی اقدام عربستان در کاهش قیمت نفت تولیدی خود و عدم توافق اوپک با روسیه، قیمت نفت خام بزرگترین سقوط یک روزه خود در 30 سال اخیر را تجربه کرد و بامداد دوشنبه به 31 دلار در هر بشکه رسید. بدین ترتیب هر بشکه نفت برنت با 31% کاهش به 31 دلار و شاخص نفتی وست تگزاس اینترمدیت به 30 دلار در هر بشکه رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کاهش واکنش بازار به شکست توافق اعضای اوپک و کشورهای غیر عضو بر سر میزان تولید بوده است. روز جمعه اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و کشورهای غیر عضو یا اوپک پلاس به رهبری روسیه بر سر کاهش تولید به توافق نرسیدند. در پی شکست این نشست، ارزش سهام شرکت ملی نفت عربستان آرامکو نزدیک به 10% سقوط کرد و به حدود 8 دلار رسید. و مقامات یونان روز یکشنبه اعلام کردند برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی به خاک این کشور، قصد دارند حصار حائل مرزی موجود با ترکیه را 36 کیلومتر دیگر امتداد دهند. در پی اوجگیری تنش‌ها در ادلب سوریه، ترکیه هفته گذشته گذرگاه‌های مرزی خود را باز کرد و موج تازه‌ای از مهاجران با هدف رسیدن به اروپا تلاش کردند وارد خاک یونان شوند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه قرار است امروز دوشنبه در بروکسل با مقامات اروپا دیدار کند. دوشنبه جلسه‌ای با مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل خواهم داشت و درباره موضوعات مختلف صحبت می‌کنیم. امیدوارم با نتایج متفاوتی از بلژیک بازگردم. نخست وزیر یونان روز یکشنبه گفت پلیس مرزی این کشور از توانایی کافی برای کنترل مرزها برخوردار نیست. خیلی خیلی ممنون که امروز هم با رادیو فردا در بخش خبرهای تصویری همراه ما بودید. روز خوش.